نشست علمی روزانه آیت الله العظما سه صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه ۲۴ 24 ربیع و ثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست علمی با اشاره به آیه دوی سوره انفال فرمودند ایمان دارای درجاتی است و این آیه شریفه به درجه بالای ایمان اشاره دارد و از روایات متواتر هم استفاده شده که مؤمن به معنای شیعه است معظم الله همچنین با اشاره به آیه 21 که سوره شعر را فرمودند در اینجا قرآن کریم تصریح دارد که حضرت موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام از فرعون و فرعونیان ترسید و این کمال عقل است که وقتی انسان سلاح و قدرت ندارد و در مقابل او حکومت ظالمی قرار دارد که قدرت و همه چیز در اختیار اوست بترسد ایشان در ادامه فرمودند ترس انسان بدون قدرت و سلاح در مقابل حکومت ظالم عین عقل است و در روایات به ویژه در بهارالانبار در مورد آن سخن به میان آمده و از آن تعبیر به از آن تعبیر به خوف شده است آیت الله شیرازی با متفاوت دانستن خوف و جبن فرمودند در روایات از این دو تعبیر به جنود عقل و جنود جه شده است یعنی خوف و ترس از جنود عقل است اما جبن که در فارسی از آن تعبیر به بزدلی شده از جنود جهل است معظم الله با اشاره به این موارد شهر داده شده تاکید فرمودند لذا خوف و ترس نه تنها نکوهش نشده بلکه مورد تاکید هم قرار گرفته اما آنچه که مورد نکوهش قرار گرفته جبن و بزدلی است با هم فرمایشات آیت الله العظما رازی را ببینیم و بشنویم کی نه انبیا من و شما بله من خطاب به و است و عرض کردم ماها که معصوم نیستیم حتما باید از خدا بترسیم منم نه از خدا نه تو خود روایات هم داره تو دعاهام داره که به خاطر کم و زیادی هایی که داریم نمیدونیم چی چی خواهیم بود چی خواهیم شد سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به این شهر بود توضیحاتی در مورد ملائکه که شب اول قبر به سراغ انسان می آیند حرمت ازدواج خواهر و برادر در تمامی طبق روایات رسیده از اهل بیت توضیحاتی در مورد اجماع منقول و تواتر احادیث برخی از احکام و مسائل وقف و توضیح در رابطه با برخی از مبتلات روزه از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه ش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه صد فرکانس 120 هفتاد بیننده این نشست علمی باشید